الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وإذا قال الله تبارك وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الآية. أول تر از همه سلام احتراماتی خود به تمام بینندگان و شنوندگان برنامه پاسخ نور ارائه میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا کند که همه تان جور و صحتمند بوده باشین. موضوعی که در این برنامه سرش بس میشه انشاءالله اما فضیلتی برآوردن نیازهای مسلمان یا مردم، درباره فضیلتی برآوردن نیازهای مردم صحبت میکنیم. وقتی که ما نیازمندی های مردم برآورده میسازیم و مشکل مردم حل میکنیم، چه اجر و ثواب و پاداش به نزد الله جل عظمته داره. وقتی که مسلمان ها یا جامعه اسلامی در مابینشان ترحم باشه، شفقت باشه، مهربانی باشه، شفقت و ترحم و مهربانی در چی باشه؟ مثلا ما نیازمندی های برادر مسلمان خدا یا مردم برآورده بسازیم، مشکلشان حل بکنیم، کسایی که وس دارن، توان و طاقت دارن، و یک کسی مثلا یک آدمی فقیر مسکین یا یک آدمی نیازمند وقتی که نزدشان می آید، نیازمندی های او را رفع می سازند، دور می سازند، ای نزد الله جل جلاله اجر ثواب پاداش بسیار بزرگ دارد. و همچنان وقتی که ما مسلمان ها در مابین خود نیازمندی های برادر مسلمان خود دور بکنیم و جامعه مسلمان ها اما نیازمندی های که یک مسلمان داره او را دور بسازه و او را برطرف بکنه، در ما بین مسلمان ها و جامعه اسلامی الفت و محبت و صمیمیت الله جل ایجاد میشه. وقتی که ما به مشکل یک دیگر برسیم، مشکل یک دیگر حل بکنیم، الله جل عظمته اونمو محبت و صمیمیت در قلبه های ما جایگزین میکنه. برشنا از کندس بفرمایید. خبر سوال تانه بفرمایید. خبر مولای صاحب، ما کندس تماس گرفتیم. ما بایتان میخواستم یک مشکل خودم بود که برتان بگویم. ما مولای صاحب سر خداوند قسم خوردم که یعنی هیچ وقت دیگر گناه نمی کنم، اندوی مرد نمحرم گپ نمی زنم، به نام خدای خود قسم خورده بودم. نازوهان امی اشتباه تکرار کردم، بازم سر از توبه کشیدم، من روزه گرفتم. میشه بگوین که ما چی کنم باید؟ انشاءالله در اسنای برنامه پاسخ دارم. موفق باشم. موضوعی که در این برنامه سرش ما تخصیص دادیم، سرش بس میکنیم، برآوردن نیازمندی های مردم. وقتی که ما نیازمندی های مردم را رفع میسازیم، برآورده میکنیم، الله جل عظمته به ما اجر و ثواب و پاداش نصیب میکنه و همچنان در ما بین جامعه اسلامی الله محبت و الفت و صمیمیت ایجاد میکنه. و همچنان وقتی که ما نیازمندی های برادر مسلمان خدا یا از مردم برآورده میسازیم، و ای در جامعه یا محبت و صمیمیت و اما الفت و برادری را کس پخش و نشر و اشاعه میکنه. نیازمندی های مسلمان وقتی که ما برآورده میسازیم، مثلا چی نیازمندی ها را ما برآورده بسازیم؟ یک کسی که من قبلا هم گفتم که وس داره، توان، طاقتی مالی داره یا طاقتی قدرت داره، ولی امید یک برادر مسلمانش وقتی که نزدی می آید و او نیازمندی های برادر مسلمان خود دور میکنه، رفع میسازه، الله جل عظمته و می اجر و ثواب پاداش عظیم برش الله نصیب میکنه. و الله جل عظمته در این راستا برای همگی ما و شما توفیق نصیب بکنه که ما نیازمندی های برادر مسلمان خود و نیازمندی های مردم خود و جامعه خود ما رفع بسازیم.
پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در یک حدیث میربانی میکنه المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، مسلمان از برای مسلمان به مثل اموس ساختمان است که مثل که ساختمان بعضی اجزاش محکم او مستحکم میسازه، مسلمان از برای مسلمان این میقسم باشه المؤمن للمؤمن، مسلمان از برای برادری مسلمان خود به مثل امو ساختمانی باشه که یشد به بعض و بعضا، یعنی محکم میکنه بعضی اجزای و بعضی اجزاش. این قسم ما در کنار برادری مسلمان خود باید باشیم، اما مسلمان ها به مثل که ساختمان اما بعضی اجزای و ساختمان بعضی اجزاش مستحکم نگاه میداره، همین قسم ما در تمام مشکلات برادری مسلمان خود باید که رسیدگی بکنیم و همین قسم یک مثلا با هم دیگر در همه کارهای چه کاری خیر و کارهای خوب و کارهای نیک در کنار یک دیگر باشیم. یعنی می حق و حقوق یک مسلمان به بالای دیگر مسلمان است. حق و حقوق یک مسلمان به بالای مسلمان هم است که مسلمان وقتی که محتاج میشه، نیازمند میشه، مسلمان دیگری تلاش بکنه و کوشش بکنه که نیازمندی های برادری مسلمان خود برآورده بسازه. وقتی کسی که نیازمندی های برادری مسلمان خود یا مردم خود برآورده میسازه و نیازمندی های او را رفع میکنه، الله جل ذمته هم در دنیا مشکلی نه کاری نه آسان میکنه و هم در آخرت الله جل ذمته مشکلی اینمی انسان رفع میکنه دور میکنه. کسی که با برادری مسلمان خود کمک و همکاری میکنه و نیازمندی های شرعی خوبی او را برآورده می سازه و الله جل ذمته در دنیا برای اجر و ثواب و پاداش می ده و مشکلات هر هم در دنیا الله حل می کنه و هم در روز آخرت الله جل ذمته، اما مشکلات اینی کسی که نیازمندی های برادری مسلمان خود به خاطر رضای الله جل ذمته رفع کرد، خداوند مشکلش در روز قیامت رفع می کنه. آیه که من قبلا برایتان تلاوت کردم الله جل ذمته می فرماید که يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وافعلوا الخير شما أعمال خير انجام بدين لعلكم تفلحون تا إنك شما رستگار شوین در دنیا و آخرت. وافعلوا الخير أعمال خير چی میگه؟ علما و مفسرین کرام رحمه الله درباره وافعلوا الخير ای ترجمه کردن که یعنی شما سلی رحمی بکنین و مکارم اخلاق، یعنی اخلاق خوب، برخورد خوب با برادرای مسلمان خود بکنین. یکی سلی رحمی با برادری مسلمان و دیگه یکی مکارم الاخلاق، یعنی اخلاق خوب، اخلاق نیک با برخورد خوب با برادری مسلمان کردن، این میگن کاری خیر. یا وفعل الخیر چه معنا؟ انجام بدین شما کارهای خوب و کارهای نیک، یعنی شما در رای الله جل ذمته نفقه بکن از مال هایتان. وفعلوا الخير یعنی شما در رای الله جل ذمته مال هایتان خرج بکن، نفقه بکن. ای وفعلوا الخير ای فعل خیر و کاری نیک و کاری درست است. یعنی کسی که مالش در رای الله جل ذمته به خرج میکنه، مصرف میرسونه، ای کاری خیر و کاری نیک انجام داده. یا مثلا نیازمندی های برادر مسلمان خود رفع می سازه. یک مسلمان با او مثلا چیزی نیازمند نزدش میه، یک محتاج، یک فقیر، یک مسکین، یک انسان بینوا، یک یتیم، وقتی که به خاطر رفع نیازمندیش میه نزد انسان توانمند و این همین نیازمندی های اما برادر مسلمان خود رفع می سازه، این امیر میگن انفاق در راه الله جل ذمته، یعنی تو مالت در راه خداوند خرج میکنی. چی راه خداوند؟ اما مشکل تو دست یک فقیر میکنی، دست یک مسکین میگیری، یا دست یک انسانی که او نیازمند است و دست او را میگیری، یا اینکه نیازمندی های مسلمان ها را رفع میسازی، این می انفاق در راه الله جل ذمته. وفعلوا الخير لعلكم تفلحون شما اعمال خیر و اعمال نیک انجام بدین تا اینکه شما رستگار شوین، این سعادتمند شوین هم در دنیا و هم در آخرت. سعادتمندی در آخرت همیست که داخل شدن به جنت به بهشت الله جل عظمت. کلان کامیابی و رستگار بر یک مسلمان است که وقتی مسلمان
به بهشت الله جل عظمتی و به جنت داخل میشه. یا وفعل الخیر، شما کارهای خیر انجام بدین، مثلا از طاعت الله را، نماز است، روزه است، زکات است، حج است، یا سایر مثلا کارهای خیر و کارهای نیک، وقتی که شما انجام میتین شما رستگار میشین، لعلکم تفلحون، تا اینکه شما سعادتمند شوین و کامیاب شوین و داخل شدنتان در چی؟ در بهشت، در جنت. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یک حدیث مهربانی میکنه که مسلمان برادر مسلمان است. وقتی که مسلمان برادر مسلمان بود، بر بالای او ظلم نمیکنی، ستم نمیکنی، ظلم و ستم بر بالای برادر مسلمان نمیکنی و او را چی هم نمیکنی؟ رها هم نمیکنی، ترکش هم نمیکنی. چه قسم؟ یعنی مسلمان تو رها و ترک نمیکنی که دیگرها او را آزار و اذیت بکنه. حق مسلمان به بالای مسلمان برادر مسلمان است، به بالای ظلم و ستم نمیکنی و او را رها هم نمیکنی، ترک نمیکنی و نمیگذاری که کسی به بالای پس او را آزار و اذیت بکنه، این کارم نمیکنی. چی معنا؟ وقتی که یک مسلمان که نیازمندی کمک و همکاری تو مثل برادر مسلمان است، تو و مو برادر مسلمان خود او را اون نیازمندی کمک تو و نیازمندی همکاری تو را کسب رها نمیکنی، ترکش نمیکنی که به دیگر را به او آزار و اذیت برسانه. پس در مجموع برآوردن هوایج یا مثلا برآوردن نیازمندی های یک مسلمان، وظیفه دیگه مسلمان است که به اندازه وس و توان خود اما نیازمندی های برادر مسلمان خود را رفع بسازه و الله جل عظمته و ما اجر و پاداش شده عظیم را نصیب میکنه. مریم مبارز از کاپیسا، بفرمایید. خوب مولوی صاحب، یک دو سوال داشتم. اول سوال ما است که دیدن تلویزیون از نگاه اسلام چی حکم دارد؟ اگر یعنی تلویزیون دیدن به چیز برنامه های سوریال فلمی چیزانی یا هنگ فقط برنامه های اسلامی هم برنامه هایی که طبق قانون اسلام هستن. و سوال دوم است که آیا امی خواندن قرآن زیاد ثواب داره که خودت بخونی یا از طریق تلویزیون او را یعنی بشنوی با ترجمه؟ ایره فرق شبرمه، یعنی اجر ثوابشون تفاوت داره یا نه؟ انشاءالله در خلال برنامه براتون توصیح می‌کنم. موضوعی که سرش بس میکنیم و نیاز برآوردن نیازمندی های مسلمان است و خداوند این راسته همه گی ما و شما را توفیق نصیب بکنه که نیازمندی های برادر مسلمان خود ما رفع بکنیم. و در جامعه اسلامی که مطمئنن براتون میگم، وقتی که ما مسلمان ها در کنار یک دیگر باشیم و در کنار یک برادر مسلمان خود باشیم، مسلمان در کنار برادر مسلمان خود باشه و سعی و تلاش بکنه که نیازمندی های برادر مسلمان خود دور بسازه، طبعا که در جامعه محبت و الفت و سمت در ما بین مسلمان ها ایجاد میشه و چیزی را که دین به ما گفته و آن چیزی را که اسلام به ما گفته ما با او اگر پایبند و عامل باشیم، مطمئنن براتون گفته میتونیم که در زندگی ما مسلمان ها به هیچ نوع مشکلاتی مواجه نخواهیم شد. وقتی که ما مطابق آموزهای دینی خود و ارشادات دینی خود ما زندگی خود به پیش ببریم در جامعه اسلامی هیچ نوع مشکلاتی بروز نخواهد کرد. خداوند یه توفیق نصیب همگی ما مسلمان ها بکنه. مثلا نیازمند یک مسلمان به مثلا نیازمندی های مثلا اقتصادی داره یا نیازمندی های مثلا کسی اقتصادی که پول نداره، پیسه نداره، غریب است، فقیر است، مسکین است، دیگه مسلمان به خاطر رضای الله جل عظمته میخواد که من نیازمندی های برادر مسلمان خود رفع بسازه و الله جل عظمته در روز قیامت برای در آخرت اجر و ثواب پاداش عظیمی برش نصیب میکنه. بهتر از او چیزی برش میته که ای برای یک برادری فقیر و مسکین خود کمک و همکاری را کرده یا همون نیازمندی های او را رفع ساخته. و همچنان یک مسلمان وقتی که به سختی و به مشکلات مواجه میشه، این واجبه دینی ایمانی همه ما مسلمان هاست که تلاش بکنیم که سختی که برادر مسلمان ما با او مواجه شده، مشکلاتی که داره، او را رفع بسازیم. مثلا ما در حدیث میخوانیم که یک حق مسلمان و بالای دیگه مسلمان هم میسته که
امو مقی مسلمان و بالی برادری مسلمان میست که وقتی او بندیشی دور رها بکن. مثلا وقتی که او بندی میشه، محبس میشه، مثلا دیگه مسلمان باید سعی کنه، تلاش کنه، کوشش بکنه که اون برادری مسلمان خود از حبس و از قید و از زندان چی بکنه، رها بکنه. و دیگه سفارش کردن در کارهای خیر و در کارهای نیک، وقتی که ما برادر مسلمان ما را در کار خیر و کار نیکش سفارش میکنیم، الله جل عظمته به ما اجر و ثواب پاداش میده. چرا آیه قرآن کریم است که کسی که شفاعت حسنه میکنه، همو سفارش خوب و نیک میکنه، دمی دیگه نصیبی در این سفارش نیک و خوبش داره. یعنی کسی که سفارش خوب میکنه، الله برش اجر و ثواب پاداش میده. کسی که سفارش سیئ میکنه، به او هم الله مو ایسه و نصیبش میده که ما گناست. یعنی ما در سفارش خوب و نیک با خاطر برادر مسلمان خود میکنیم، در او چیزی که مثلا حرام نباشه و در حد و حدودی الله جل عظمته نباشه، در دیگه چیزی ها میتونیم که ما سفارش برادر مسلمان خود کنیم. نزد یک مثلا پادشاه یک مملکت، یا زعیم یک مملکت، یا مسئولین اموری مردم، مسئولین اموری مردم که مسئولیت مردم به دوششان است، و ما میریم یک سفارش حسنه و نیک و در سفارش ما که حرام نباشه، حد الهی نباشه، سفارش برادر مسلمان خود میکنیم، اما الله به ما اجر و ثواب پاداش نصیب میکنه. چرا الله جل عظمته به ما مسلمان ها دستور داده و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. و تعاونوا علی البر و التقوی، یعنی شما با یک دیگر کمک کنین بر کارهای نیک و کارهای مثلا پرهیزگاری، با کارهای نیک و با کارهای خوب با یک دیگر چی بکنین؟ ما کمک و همکاری کنین، یک دیگر به کارهای نیک امر بکنین و از کارهای بد که امان و منکر است منع بکنیم. و تعاون و علی البر و تقوی، شما با یک دیگر کمک و همکاری بکنیم به کارهای نیک و در کارهای تقوی و پریزگاری. و لا تعاون علی الاسم و العدوان، شما بر کارهای گناه و ظلم و تعدی یا مثلا در کارهای مثلا باطل و حرام با یک دیگر کمک و همکاری نکنید. این وظیفه ایمانی همه ما مسلمان هاست که در کارهای خیر و در کارهای خوب و در کارهای نیک ما با برادرای مسلمان خود، با خواهرها و برادرای مسلمان خود کمک و همکاری بکنیم، والله جل عظمته اجر و ثواب و پاداش را برای ما و شما نصیب میکنم. الله جل عظمته میفرماید که ما تقدموا لانفسکم من خیر، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجیدوه عند الله، و ما تقدم آنچه را که شما میفرستین برای نفسهاتان من خیر از خیر. یعنی شما در دار دنیا هستین، در رای خدا انفاق میکنین، مثلا نفقه در رای الله جل عظمته میکنین، یا به خاطر برآوردن نیازمندی های برادر مسلمان خود سعی میکنین، تلاش میکنین، کوشش میکنین که نیازمندی های برادر مسلمان خود رفع بسازین. و ما تقدموا لانفسكم من خیر، آنچه را که شما میفرستین در دار دنیا من خیر از خیر، یعنی مالتان در دنیا در رای الله جل عظمته چی میکنین؟ مصرف میکنین، یا به خاطر برآوردن نیازمندی های مردم مالتان مصرف میکنین، الله جل عظمته به شما اجر و ثواب پاداش نصیب میکنه. و ما تقدموا لانفسكم من خیر تجیدوه عند الله، میافین در نزد الله، یعنی ثوابی را در نزد الله جل عظمته میافین، الله برای شما ثواب و اجر نصیب میکنه. الله محمد اسفنشیر، بفرمایید برادر. بفرمایید برادر، صدای ما را داریم؟ خطا شد متاسفانه تماسی برادریم با الله محمد. وما تقدموا لانفسكم من خير، هانچره که شما میفرستین من خیر از خیر، از مال تو در راه خدا مثلا کس مصرف میکنین، یا نیازمندی های برادر مسلمان خود
برآورده میسازین یا دیگه کارهای خیر انجام میدین، تجیدوه عند الله، او شما میافین او را در نزد الله، چی منو که در روز قیامت الله جل عظمته به شما اجر و ثواب پاداش عظیمی را الله براتون نصیب میکنه. این بهتر از او چیزی برای شما ثواب و اجر و پاداش نصیب میکنه که شما در راه الله را مصرف کردین یا به خاطر نیازمندی های برادر مسلمان خود او را هزینه کردین، مصرف کردین یا نیازمندی های برادر مسلمان خود در دنیا رفع کردین. از او بهتر الله جل عظمته در آخرت به شما اجر و ثواب و پاداش میده. چرا حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که در روز قیامت انسان در زیر سایه عرش الله جل عظمته قرار میگیره. امو مسلمان، امو انسانی که در دنیا نیازمندی های برادر مسلمان خود رفع کرد، یعنی کسی که نیازمندی های برادر مسلمان خود رفع میکنه، دور میکنه، و الله جل عظمته در روز قیامت ای را در زیر سایه عرش خود قرار میده. روزی است که دیگه هیچ سایه جز سایه عرش پروردگار وجود نداره. حاجی عبدالستار از کابل بفرمایید. حاجی سیم السلام علیکم سید. و علیکم السلام و رحمت الله. مولانا سب محترم خوب هستین شما؟ بخیر هستین سب جان، تنجور هست حاجی سیم. بخیر باشین، سلامت باشین، بفرمایید. صدای شما رو من دارم، سوالی دارین بفرمایید. بله امی اکس کرای ما سب مانده سرزیمی دولت برخم سختونده، میترم سختونده، ببینیمی ده ماشد میده این سب کرای ما رو کس نمیده برخم سب کسی خانم بی برخ هست خانه رو کس نمیگیره ده ماشد سب من میدم تا بلا کرام از فقط میکنم وقتی مزایم بشه ما این تو دیگه موضوع گیده هستم سب رو خانه بیخی بیستر نوشت مانده کرای خانه شما رو کی نمیده سب؟ سر دولت وزارت سلطامت هست. خب بالای دولت هست؟ بله آسف بالای دولت هست. صحیح سمد اصنای برنامه انشاءالله. خیلی ها خداوند توفیق همه ما مسلمان را نصیب بکنه که ما دیگه حق و حقوقی و برادر مسلمان خدا ادا بکنیم و مشکلی او را رفع بسازیم. ما یک چیزی نکته را براتان عرض میکنم که بسیار تلاش بکنیم، کوشش بکنیم که ما در دنیا باید که باعث این نشویم که آزار و اذیتی برادر مسلمان خدا باعث آزار و اذیت شویم. مسئله قرض است، کسی که حاجی صاحب گفت که من خانم پیش دولت است، وزارت صحت و عامه است و اونم کرای خانه مرا نمیده بلکه من قطع میشه و مثلا متضرر میشم. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام یک قاعده، یک اصل و قاعده و قانون است در اسلام که لا ضرر ولا ضرار، نه ضرر برسان و نه ضرر متقبل شو. در دین مبین اسلامی است که نه به کسی ضرر برسان و نه از کسی ضرر از جانب کسی متقبل شد. وزی خاطر زیاد تلاش و کوشش بکنن که ما نیا اما قرضی که بالای ما داره یا دولت این مکلفیت های دولت است که باید نیازمندی های اما مردم ملت خود برآورده بسازه. و یکی از امیست که وقتی که خانه کسی به نزدی ما به کرایه است بهتر امیست که در اثری وقت مو کرای برادر مسلمان خدا بپردازیم و باعث آزار و اذیتی باعث آزار و اذیت نشویم که در نپرداختنی اما حق و حقوق یک برادر مسلمان ما. خداوند یه توفیق به همگی ما و شما نصیب بگردونه. بابر از فریاد بفرمایید. خور برادر بفرمایید. السلام علیکم. سلام و علیکم السلام و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. بعد از سلام مولایی ما پیغمبر صلی الله علیه و سلم در غسل چه رقم لگه وضو میکردن چه رقم غسل میکردن در بار یک معلومات بکنین. خب دیگه بفرمایی. سوال دو مولایی سیم مطر عمیده که در غسل چند فرض یا سنت که یک معلومات بکنین. صحیح صحیح فرض سنت سنام هست کم یک معلومات. صحیح 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 دستنای برنامه انشاءالله پاسخ شما رو خواهیم. دیگه و ما تقدیم الانفسکم آنچه را که شما میفرستیم برای نفس هایتان من خیر نسکارهای خیر یا مالتان در راه خدا مصرف میگن یا دیگه کارهای خیر میکنین تجیدوه عند الله و را میافین شما در نزد الله جل عظمته
خداوند در روز آخرت به شما اجر و ثواب پاداش نصیب میکنه و ما اجر و ثواب پاداش را نصیب میکنه که بهتر از یکی شما در راه خدا خرج کن از بهتر براتون اجر و ثواب پاداش میکنه نصیب میکنه. در حدیث هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مهربانی میکنه که غالبا حدیث قدسی است و میگه فرماید که خداوند در روز قیامت برای بندش میگه که من مریض شدم ولی به یاده ما و پرسانی من آمدی. با این بندش میگه یا الله تو خو رب العالمین، رب العالمین هستی، تو پروردگار همه عالم هستی، تو خو خالق ماستی، تو نیازی به مثلا به این چیزی ها نداری. الله میفرماید که بنده ما مثلا مریض شد، تو به یادش نرفتی، به بیمار پرسیش نرفتی، اوضاع احوال نگرفتی. اگر از او بنده مسلمانی مت احوال میگرفتی، مرا در اونجا میافتی. چی معنا؟ یعنی ما برای تو اجر و ثواب پاداش میدادم. و همچنان میگه که بنده مسلمانی ما از تو طعام خواست، تو برای او طعام ندادی. بنده میگه یا الله تو خو پروردگاری ماستی، تو خو نیازی به هیچ چیزی نداری. الله میگه فلانی بندم از تو طلب طعام کرد ولی تو برای او طعام ندادی، اگر طعام میدادی مرا در نزد او میافتی. چی معنا؟ که من به تو اجر و ثواب و پاداش نصیب میکنم. به هر حال مفهوم حدیث شریف، معنای حدیث میسه که وقتی که مسلمان یکی حق و حقوق مسلمان به بالای مسلمان میسه که برادر مسلمان وقتی که مریض میشه به یادش برو، به پرسانش برو، به پرسانش بگو که از مریضیش یاده بکو، از حال احوالش بخبری بکن. دیگه که وقتی مسلمان از تو چیزی را میخواد، طعام میخواد یا مثلا وقفه داریم، انشاءالله بعد از وقفه در خدمتتان خواهم بود. سلام مجدد. بحث ما روی بود که نیازمندی های مسلمان ما برآورده بسازیم. الله جل ذاته و ماجر و ثواب پاداش میده. من حدیث قدسی را براتون ارائه کردم که خداوند در روز قیامت برای بندش میگه که من مریض شدم به یاده من آمدی. و بنده میگه که یا الله تو خو پروردگاری ماستی، تو به هیچ چیزی نیاز نداری. میگه فلانی بنده مریض شد، اگر تو به یاده و به پرسانی و به احوالگیری و میرفتی مرا در نزد او موجود میافتی. چه معنا؟ ما برای اجر و ثواب پاداش میتونم این قسم. و میگه که بنده را میگه که الله من از تو طعام خواستم، به من طعام ندادی. بنده میگه یا الله تو خو پروردگاری ماستی، به هیچ چیزی نیاز نداری. میگه اگر فلانی بنده از تو طلب طعام که اگر به او طعام میدادی مرا در نزدش در نزد میافتی. این چی معنا؟ اجر و پاداش و ثواب الله برات، اجر و ثواب پاداش برات میدادم. همین قسم وقتی یک مسلمان نیازمند به آب محتاج میشه، در روز قیامت خداوند داری بندش میگه که فلان ما به آب نیازمند محتاج شدم، تو به ما آب ندادی. میگه الله تو خوب پروردگاری ماستی، تو از به این چیزی نیاز نداری. میگه فلانی بندم وقتی که از تو طلبی آب کرد، تو به وقت آب میدادی، مرا در نزد میافتی. چی معنا؟ من اجر و ثواب پاداش برات میدادم. در مجموع سری باید بس بکنیم که وقتی که ما نیازمندی های برادر مسلمان خود برآورده میسازیم و نیازمندی های او را رفع میکنیم، الله جل جلاله ما اجر و ثواب پاداش میده. دیگه یکی حق و حقوق مسلمان هم است که وقتی مسلمان مریض میشه و این طریقه سنت هم از طریقه مسنون هم است که ما باید بیادی و با احوال پرسش بریم. وقتی که مسلمان از ما تقاضای مثلا کمک میکنه، مسکین است، بینواز، چیزی نداره، وقتی که ما اون را برای ممکن نیازمندی شد برآورده میسازیم، هر چیز نیازمندی مسلمان، چه طعام است، خوراک است یا با چیزی دیگه نیازمند است، از تقاضای کمک میکنه، وقتی که نیازمندی شد به برآورده میسازیم، الله با ما اجر و ثواب پاداش میشه، پاداش نصیب میکنه. مهدیه از سری پل بفرمای خوار سوال داشت مولای سید اخوار داره دارم بسیار از غره اینه که خوی داره هر رقم که میکنی بسید خوب نمیشه آمیر که رقم کنی بسید میان پدرت هسته؟ پدرت هم؟ مولای سید دیگه بسیار اخوار داره یک مرگت سال داشتیم به دری آفتا سعید شده هر سا در خواهم میگرم امیر سخواتی را میشه در خواهم درمیم از آسه خوار گوش بگی پدرتان با تو شما رویه خوب نمیکنه؟ خب به هر حال سوال خواره تا جای شنیدیم گرفته شید خوب انشاءالله در اصلای برنامه میگیم. حالا میگیم سری بس میکنیم که این مسئولیت هر مسلمان است
و ای مکلفت های ایمانی وجدانی ما مسلمان است که نیازمندی های برادری مسلمان خدا برآورده بسازیم و الله جل دمتو به ما اجر و ثواب پاداش نصیب میکنه. ما قبلا در روشنوی احادیث پیغمبر و آیه های قرآن کریم براتون گفتم که کسی که نیازمندی یک برادر مسلمان خود رفع میکنه و ما نیازمندی و مشکلون حل میکنه به خاطر رضای الله جل دمتو، الله هم اجر عظیم برش نصیب میکنه. میاییم سری ای که خبار ما برشنا از قندس تماس گرفتن که قسم خورده بودم که من دیگه با نامحرم صحبت نمیکنم، ولی متاسفانه صحبت کردم. خوار دیگه قسم خوردین و قسمتان وقتی که شکستان دین مکفاره که سرتان لازم میشه گفتین که روزه گرفتین، به هر حال وقتی که انسان توبه میکنه و باز به خدا رجوع میکنه، الله جل دمته توبه او را میپذیره. شما یک عزم قاطی بکنین انشاءالله که وقتی عزم قاطی کردین خداوند با ما و شما توفیق نصیب میکنه. دیگه بار کست شما قسم خوردین که با نامحرم صحبت نمیکنم و صحبت کردین، خب قسمتان شکستان دین، کفارش هم پرداختین، روزه گرفتین سه روز. و در آینده اگر میخواین که از یک گناه توبه بکنین، توبه نسو بکنین، یعنی تو عزم قاطی بکنین که دیگه میکار ما انجام نمیتونم. و یکی انسان ها از اشتباه خالی نیست، از خطا خالی نیست، از لغزیدن خالی نیست، همه ما اشتباه خدا داریم. دیگه به خدا رجوع کنیم، وقتی که از گناه های ما از خداوند جل دمتو طلب استغفار بکنیم، الله جل دمتو توبه ما را میپذیره و ما طلب استغفار وقتی از گناه ها ما کنیم، گناه های ما الله میبخشد. اگر گناهی کبیره نباشه، گناهانی صغیر خداوند با وسیله اعمال نیک و اعمال صالح ما میبخشه، و گناه های کبیره که اونا خداوند به وقتی که انسان توبه میکنه، توبه از خلوص قلب میکنه، با یک عزم راسخ و مضبوط توبه میکنه که دوباره من گناه را نمیکنم، الله توبه بندش را میپذیره و گناهانش را میبخشه. شما تلاش کنیم، کوشش بکنیم، وقتی عزم قاطی بکنیم که دیگه کار را نمیکنیم. هر گناهی را که شما عزم میکنیم که دیگه نمیکنیم، اما گناه را عزم راسخ بکنیم دیگه گناه را نکنیم و توبه که از گناهتان میکنیم، الله توبه را میپذیره و گناه های بنده هایش الله میبخشه و گناه های کبیره نباشه. با گناه صغیره خوب با میتاعت و عبادت و با اعمال نیک و صالح بخشیده میشه، گناه کبیره به توبه و توبه ما نسخ بکنیم، توبه بکنیم که دیگه عزم بکنیم که گناه را نمیکنیم. شفیق الله از قندوز بفرمایید برادر. بفرمایید. سلام علیکم. مورد محترم، پدر ما سه جدر بودن، بایسا بی زمین باجه های بودن، از ورشن کم رجا زمین گرفته بودن، بنان خود قواله که بی زمین باجه و یک پورتن یک جای زندگی میکردن و یکی زمین دیگه که از پدر ما نبود تقسیم کردن، دو برادر سر کردن، دو برادر زمین زمین باجه آت داره و یک جدر کنیر اینجا بایسا که پر ما هم بودن بازم خود گرفته اینا خدا هست کسی که همه جرگیری به پرنه میشه ما بابا یک رانوائی کنیم انشاءالله درست نه برنامه میشه ساکه ما بیشه نمیشه سیسی. خواه و یا خواری ما سوال کردن که ما خواندن قرآن از تلویزیون گوش بگیریم زیاد ثواب داره، یا کسی که گوره تلاوت میکنه گوش بگیریم ثواب داره، یا خودمان بخونیم؟ ببینیم برادر، اخوار، بر بالای هر مسلمان ضرور لازم است که قرآن کریم یاد بگیره، بیاموزه، یاد داشته باشه و حق قرآن به بالای ما است که قرآن بخونیم و قرآن کریم عمل بکنیم. چرا حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است که اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه، شما بخونیم قرآن، زیرا قرآن در روز قیامت برای مخواننده خود شفاعت میکنه، سفارش میکنه و شفاعت و سفارش قرآن در حق خواننده خود قبول میشه. بهتر است که ثواب بهتر است که خودمون قرآن یاد بگیریم و بخونیم و با قرآن عمل بکنیم. یکی گوش میگیریم، هم الله به ما اجر و ثواب پاداش میده، یا در یک مجلس قرآن کریم خوانده میشه ما سمع میکنیم، گوش میگیریم، الله اجرمون میده. یا مثلا از طریق تلویزیون وقتی که شما قرآن کریم شما گوش میگیریم،
الله براتان اجر ثواب پاداش براتان نصیب میکنه، اما بهتر میشه که خودمون قرآن یاد بگیریم و بخونیم. یا خودمون قرآن یاد گرفتن و خواندن، خود انسان قرآن وقتی خودش میخونه و با قرآن کریم عمل میکنه، این اجر ثواب پاداش زیاد داره. چرا؟ حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم است که قرآن بخوانیم، زیرا که قرآن برای خواننده خود و کسی قرآن کریم میخونه و با قرآن کریم عمل میکنه، در روز قیامت قرآن در حق شفاعت میکنه، سفارش میکنه و شفاعت و سفارش قرآن هم پذیرفته میشه. خداوند توفیق نصیب همگی ما شما بکنه. دیگه یکی ما تلویزیون مثلا، خداوند برای مرد مسلمان، زن مسلمان این خطاب کرده که برای مردان مسلمان بگوین که برخی از چشمهایشان را فرو بگذارن، و برای زن مسلمان همی خطاب شده که بخشه برخی از چشمهای خود فرو بگذارن، این نظر به نامحرم نکنن. اگر در مثلا همون چیزی های مبتذلی که از طریق تلویزیون ها نشر میکنه، نشر میشه، رقص و پای کوبی و مثلا چیزهایی که خلاف دین است، اونو فحشا است، کاری درست نیست یا برهنه بودن مرده ها و زن ها در تلویزیون ها اگر نشر میشه، نبینین چیزی ها رای حرام است. چرا برای مردی مسلمان، زنی مسلمان این خطاب شدگی است که باید که ما چیزی های حرام و چیزی هایی که نامحرم است را نبینیم. اما برنامه های دینی را اگر از طریق تلویزیون تماشا میکنیم و نیت تا نیست که ما از امی یک عالم دینه یا مثلا یک دعوتگر یا یک قاری قرآن تلاوتش گوش میگیری، مثلا یک عالم دینه واز تبلیغ و نصیحتش از طریق رسانه گوش میگیری و به نیتی است که من مستفید شوم، یا از یک عالم دین یا دعوتگر یا مثلا در سوالی را در از طریق تلویزیون مطرح میکنین، نیت تا نیست که مثلا مشکل ما حل شوه. دیگه این برنامه خوب دینی را اگر شما تماشا میکنید، مشکلی شرعی انشاءالله وجود نداره، اما برنامه مبتذلش و آن چیزی که مثلا حرام است یا یکی برای زنا خطاب شده که برخی از چشمهایتان فرو بگذاریم به نامحرم نگاه نکنید، به مردان هم این قسم خطاب شده، از او چیزی که مثلا نامحرم است ما از او خودداری بکنیم. دیگه این دلالت به تقوی خدا ترسی ما شما میکنه و این نفس ما تسکیه و تسکیه نفس در نفس های من ایجاد میکنه و این بهترین کار و خوبترین کار است که ما وقتی در فیلا چیزی های ناروا نامشروع از طریق تلویزیون تماشا نکنیم. الله محمد از پنشیر سوال کردن و متاسفانه که تماشا قطع شد. آجی سبب الستار از کابل گفته کرای خانه ما بالای دولت است، کرای خانه ما را نمی پردازه، دیگه ما به مشکلات مواجه هستم. ما حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است که کسی یک مشکل مسلمان رفع بکنه، خداوند در روز قیامت مشکلی او را رفع میکنه. و دیگه یکی مسئولیت است، مسئولیت امور و زمامدارای یک مملکت است که اگر ما در حل مشکل مردم باید حل بکنیم، رفع بسازیم و مشکل کشا برای مردم مشکل ایجاد نکنیم، بلکه در صدد باشیم که مشکل مردم حل بکنیم، رفع بسازیم. و دیگه که مسئله دین است، تلاش بکنیم که دین ما بپردازیم، اگر و حق ملت به بالای دولت است، دولت مکلف است که حق ملت خود، حق مردم خود بپردازه. حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم است که یعنی یک کسی که در راه خدا به خاطر الهی کلمت الله جهاد میکنه و دمی کشته میشه، ایره شهید گفته میشه، شهید هر چیزیش بخشیده میشه، تمام گناهش بخشیده میشه جز دینش. و در دین بسیار تلاش بکنیم، کوشش بکنیم که دین خدا بپردازیم، پیش از اینکه روزی فرا برسه که در روز دیگه هیچ پیش از رفتن به روز قیامت به حضور پروردگار در دنیا باید که ما اگر ما یک برادر مسلمان خود برادر مسلمان ما به بالای ما دین داره یا مثلا یک چیزی دیگری به بالای ما داره، مثلا غیبت کردیم یا عزت و آبروش بردیم یا مالش به ناحق خوردیم، پیش از اینکه در روز قیامت فرا برسه، پیش از فرا رسیدن روز قیامت باید که ما امو حق و حقوق برادر مسلمان خود بپردازیم. اگر دین سرمان داره، قرض داره، قرض شبتیم، اگر آبروش بردیم ما از او عف و بخشش بخواهیم، اگر عزتش بردیم این قسم عف و بخشش از او بخواهیم، اگر غیبتش کردیم عف و بخشش بخواهیم. در مجموع خداوند توفیق برای همگی ما مسلمانان نصیب بکنه. امروز ما اکثر به این مرض ها مبتلا هستیم، گرفتار هستیم، ولی خصوص وقتی که
کسی به بالای تو دین داره، قرض داره، تو در صددی هستی که قرض برادر مسلمان خدا بپردازی. خداوند با تو کمک و همکاری میکنه. از این خاطر بسیار امروز معاملات است، معاملات ببینیم، قرض میتیم، قرض میگیریم. اینمی قرض دادن، قرض گرفتن، یه قدر ما بین مردم به مشکل مردم مواجه است که به یک پول میدی، پیسه میتی، قرض اصلا نمیتی، ولی سالها دنبال و شخص میگردی و با تو پول و پیسه تا نمیتی، قرض تا نمیتی. دیگه اینمی مشکل است که امروز در جامعه ما مسلمان هست. ها یا کسی مثلا با بالای یک برادری مسلمانی خود قرض داره و مسلمان تنگ دست است، اتو را مهلت میتی یا قرض شب میبخشی یا برش مهلت میتی، الله به تو اجر و ثواب پاداش میکنه، پاداش نصیب میکنه. اما ای که پول داری، پیسه داری، دیگه قرض برادری مسلمان تا نمیپردازی دیگه. اگر در دنیا نپرداختی، در روز قیامت اینمو اعمال نیک و اعمال حسنات الله بری برادری مسلمانت میده. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به صحابه گفت میدانی که مفلس و غریب و فقیر کیست؟ صحابه عرض کردن که یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، مفلس مو کسی را میمیم که پول پیسه داشته باشه. گفت مفلس کس نیست، مفلس کسی است که نماز خونده، روزه گرفته، زکات داده، حج رفته، اعمال خیر داره، خیر که انجام داده. ولی یک کس مثلا مالش خورده و یک کس مثلا دشناب زده و یک کس کس حقش پا حقوقش پای مال کده، تمام این یکی هاش به مو بدی کاراش میده که تو نماز خواندی، روزه گرفتی، ولی قرض برادری مسلمانت به بالای تو بود ادا نکردی. پس در روز قیامت از حسناتت به مو، از نیکی هات بری برادری مسلمانت در میتم به نیکی هات، یا قسم مثلا دشناب بدی، یا کس کس توهین کردی، بی عزتی شکردی، قرضداری زیاد و فریبان از مردم هستی، تمام این یکی هات به بدی کارات میده، به قرضدارات میده. پس تو کس مفلس میمونی، بیعمل میمونی. و دیگه ای که اگر اعمال نیک نداشته باشه، گناهان او به دوش تو سپرده میشه، گناهان او را از گناهان او به دوش تو موازه میشه. از این خاطر ما قرض پیش از اینکه ما برای قیامت میریم، پیش از اینکه دنیا را ویدا میگیم، بهتر است که قرضه های خود باید ما بپردازیم. غلام نبی از کابل بفرمایید برادر. بفرمایید سید. علیکم سلام، سوال داشتم. بفرمایید. علیکم جمعی وضو در قدس و دروی دهی چیزا ها آدم یک چیز می خوانم نمی پای سا چی را بخوانم انشاءالله در اصنای انشاءالله می در اصنای برنامه می خدا خواه. یک برادر سوال کردم با بر که از فاریاب بود، گفتن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله چه قسم غسل کرده و چه قسم وضو گرفته. و برادر مدینه به ما شریعت به ما رسول الله صلی الله علیه و آله آورده، پیام مدینه به اصحاب پیغمبر، پیام از پیغمبر خدا دین به اونا رسید، اونا پیام مدینه به تمام اطراف اکناف دنیا رساندن. مدینه که فعلا است، این مدینه است که شریعت است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به ما شب مدینه شریعت آورده. وضو پیغمبر خدا موجی است که ما وضو میگیریم. رسول الله سلام سه بار دستمانه میشویم، سه بار بینیمانه، دهانمانه، سه بار بینیمانه، سه بار رویمانه، سه بار دستمانه، سه بار پایمانه. اینه ششتن دست تا آرین، ششتن روی تا از بلا آمدن پیشانی تا زیر زنخ، از این نرمی گوش تا این نرمی گوش، و همچنان ششتن پا تا بجلگ، این فرض است. یکی سه بار میشویم، این طریقه مسنون است. در غسل سه چیزی فرض است که اونم غسل که پیغمبر خدا چه قسم غسل میکنیم، غسل که ما اوتو میکنیم. در غسل هم سه فرض است. اول وضو میگیری، طریقه مسنون است وضو گرفتن پیش از غسل. با ششتن دهان خوب غرغره میکنی شو. ما مزمزه مثلا بوده بینید میاند مزمزه که بوده دهانت میاندازی، استشان که بوده در بینید میاندازی سه بار، یعنی ششتن دست و ششتن پا، ششتن دهان، ششتن دهان و ششتن بینی و ششتن تمام اعضا، ششتن اینا در غسل سه فرض است. دهان، ششتن دهان و با در سه بار با در دهانت بالا کردن خوب غرغره میکنی، و یا با در شنشاقی در بینید بالا میکنی خوب بالا با اون مکسب استنشاق نه خوب با مبالغه میکنی، حتی مو چیات میسوزه،
این در غسل سه فرض، ششتنی دهان، ششتنی بینی و ششتنی تمامی بدن. بفرماین همایون برادر از لوگر. بله سلام علیکم مولوی صاحب، خوب هستی؟ بخیر؟ بخیر هستیم جان، دنجور هستی؟ شکر است الحمدلله. از ولایت لوگر به تماس شدم مامایونتون. ها فهمیدم مامایون. دکاندار هستم مولوی صاحب، فهمیدی یک چیزی که مثلا پرده فروش یک چیزی که مثلا فهمیدی که با 100 روپیه می هاگه ما یک کنیم 100 روپیه می فروشم یک کنم چیز فرق مد ببینش می یا نه مولوی صاحب؟ صحیح صاحب انشاءالله سوالتان می گیم. خیلی ببینی سلامت بشید. دیگه در غسل رسول الله صلی الله علیه و سلم چه قسم بود؟ اینا غسلی که ما اوت میکنیم و در غسل چند فرض؟ سه فرض است. شستن دهان، شستن بینی و شستن تمام بدن. عادی دهان وقتی که می خوغ و بعد دهان مون که بالا میکنیم خوب غرغره بکنیم، یک قسم غرغره بکنیم و همین قسم و بعد که وقتی بینی مون بالا میکنیم تو با بلند کنیم که همین چیزای بینی مون بسوزه. یعنی خوب مبالغه بکنیم. و شستن تمام بدن که تمام بدن تا خوب بشه به مال که یک جای بدنت هم خشک نمونه. و دیگه چیزی هاش که سنت طریق است، سه بار آب در جانب راست، سه بار آب در جانب چپت و سه بار آب هم در سرت میریزانی و ما خوب تمامی بدن در خوب میشوی. یعنی چیزی هاش دیگه و سنت است. مهدی از سری پل گفت که پدرم روی خوب نمیکنه، برای پدرها همیست ضرور لازمه میشه که با فرزندانشان روی خوب روی نیک بکنه. یکی شفقت و ترحمی پدر با بالای فرزندش میسته که انمو علا کلکم راین و کلکم مسئولون ان رعیته، با خبر باشین همه شما رایی هستین، یعنی چوپان هستین و زیر دستانتان پرسان میکنه. پدر و مادر با مسئولیت دارن که اولاد خود تربیه خوب تربیه نیک بکنن، شفقت و مهربان با بالای اولاد خود بکنن. یکی از حق فرزند با بالای پدر و مادر همیست که پدر و مادر روی خوب روی نیک با فرزندانش بکنه. و کسی گم شده گفت و مرده در خواب میبینم، خب به هر حال سوالتان صحیح گرفته نتانستم، کسی را که مرده از خش و قاری به شما است تلاش بکنین، کوشش بکنین در حقش دعای خیر دعای نیک بکنین. شفیق الله از قندوز گفت که ما سوالش هم صحیح درست گرفته نتانستیم، اگر مال پدر ماست مانده، سه برادران هستیم، چند خواهران هستیم، برادرم ماری پدرت که مانده اینمی در حق در مابینش شما خوارایتان تقسیم میشه، یک خوار به اندازه ولی ذکری مثل حد الانسین، یعنی بچه دو چندی دختر حق میبره، یعنی مثلا دو خوار به اندازه یک برادر حق میبره. مطابق شریعت باید که ما میراث پدر شما ترگه کنیم تقسیم بکنیم. ما گفتیم که یک برادری ما حقش گرفته در حیات پدرتو، حال نمیم زورگویی میکنه و این آن میکنه. اکثر در جامعه همیست خدا ترسی حاکم نیست و اکثر در مال میراث تلف صورت میگیره، مثلا نمو از میراث از پدر مادر یا از میراث چیزی که میمونه بعد از او، اکثر مفرزنده و خیش قریب یا میراث خراب سار مثلا جنجال میکنن یا یک میراث عقی شه میگیره و عقی دیگرار هم کسا غصب میکنه، تلف میکنه، زورمندی میکنه. این کار خوب نبکنه، باید مساویانه. اما نمه ترکه مثلا مال در مابین یه میراث خورا تقسیم شده، ظلم و تعدی صورت نگیره و ظلم و تعدی در اسلام حرام است. غلام نبی از کابل که در وضو چند فرض است؟ در وضو چهار فرض است. من قبلا هم گفتم ششتن روی، ششتن دسته ها تا بجلد، ششتن پای تا ششتن دسته ها تا رنگ و ششتن پای تا بجلد و مسح کردن چهارمی سیسه. این برادر چیست؟ فرض است. سنتاش در اسنای وضو چی بخونیم؟ در اسنای وضو وقتی که وضو میکنیم این دعا رو بخویم، دویم کلمه شهادت، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. این دعا رو زیاد بخونیم. پای دوم کدام دعای مخصوص داره؟ بری وقتی که انسان وضو میگیره در اسنای وضو گرفتن مثلا اول بسم الله میگی سنت طریق است، یا که دهانت میشوی، بینیت میشوی، آوریت میشوی، دستایت میشوی، پایت میشنی، اینا از خود دو داره و اکثر میکنه دو را بکنی که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. و میخوای که کامل معلومات با
بعد از پیاری از کاری مسنونه یک کتاب سوره بخونین بخرین از بازار دو تمام از کاری که ما در وقتی دست ما نمیشیم دیهن ما نمیشیم روی ما نمیشیم که دوباره بخونیم دو گفته شده انشاءالله همه دوباره در از که اللهم جلی من التوابین اللهم جلی من التوابین اللهم جلی من المتطهرین اللهم جلی من عبادک الصالحین در وقتی که پایت میشویم دوباره بخون همایون برادر از روگر تماس گرفتن گفتن که ما پرده فروش هستیم و مثلا یک پرده را میخریم به 100 افغانی میفروشیم 150 طبعا وقتی که انسان معامله خرید و فروش میکنه تجارت میکنه و تجارت هم به این هدف است که ما چیزی فایده بگیریم او در اونجا کرای دوکان است و خرج و مصرف خودت است اکثر شاگردان میداشته باشین خرج و مصرفی کسه عیال انسان خانواده انسان کسه زن بچه اولاد انسان نفقش بدوش یه پدر است بدوش یه مسئول خانواده است اما قیمت زیاد نگیرین ببینین اکثر مردم است که این مال میگه ما 100 خریدم 150 خریدم میگه باره 2.5 ساعت 3 ساعت 5 ساعت 6 ساعت غبنین قیمت زیادی درست نیست ناروا سرام است با ما اندازه فایده بخو که با ما نیازمندی ها است چرا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در یک حدیث میرمونه میکنه مسلمان هم کسی است که آن چیزی را که به خود میپسنده و خودش دوست داره او را برای برادر مسلمان خود هم بپسنده با او هم دوست داشته باشه من قبلا گفتم که ما مثال مسلمان در دوستی و شفقت و مهربانی به مثل یک جسد واحد است اگر یک جسد ما و مثلا سری ما درد کنه پای ما درد کنه چشم ما درد کنه یک اعضای ما درد کنه تمام اعضای بدن ما هم درد حس میکنه همین قسم ضرر بر یک مسلمان رساندن این بدانیم که ضرر به خود ماست فایده یک بر یک برادر مسلمان رساندن فایده رسیدن این بدانیم که فایده یک مسلمان فایده خود ماست اما حدیث من قبلا براتون گفتم که آن چیزی که به خود میپسندین و او را برای برادرای مسلمان خود هم بپسندین آن چیزی که خود دوست داره که نمی کار این چیزی به ما دوست داره که میپسندی به خود و او چیزی را میگه که به خود کس میپسندی و امر به برای برادر مسلمان خود بپسند مؤمن این مسلمان کامل امیر گفته میشه ای که شما یک جنس میخرین و به اندازه و فایده میکرین که اونمو اینجا شما هم کسا کرای دکان دارین که مثلا مصرف خانه دارین از اینه دارین اینه قیمت زیاد نیه به قیمت متوسط اگه فایده ای که مشکل شما حل شده هیچ مشکلی نیست برادر خدا خیر نصیبتون کنه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم در یک حدیث مهربانی میکنه که تجارا هم مثلا گناهگار هستند در روز قیامت گناهگار حشر میشن مگر کسی او تجاری که تقوا خدا ترسی کرد نیک کاری کرد این زیاد تلاش بکنیم که در تجارت تا بسیار صادق باشیم تجارت بسیار کار خوب و کار نیک است تجاری صادق در روز قیامت با شهدا و با صالحا و با انبیا حشر میشه او تجاری که در تجارتش صداقت کرد در تجارتش تقوا کرد در تجارتش کار خوب و کار نیک کرد خداوند توفیق نصیب همگی ما مسلمان ها کنه اکثر در بازاران میبینیم و قیمت های زیاد قیمت هاست یک جنس 500 بای میکنم با 200 میتونم چرا امنا قیمت اصلیش نمیگی نقا خریدم نقا فایده میگیرم دیگه اما فایده خود و آنچه که به خود میپسندی و به برادر مسلمان خود بپسندی نه که در جان زنی اکثر میگن در جانش زدم نه در جانش نسیدی بلکه ضرر به توست یک جنسی را که تا 100 ریپه او را خریده او را 400 برادر مسلمان خود میدی یعنی بیخی نارواست که درست نیست قیمتی غبانی نمیگن این قیمتی زیاد اما یکی یک جنس 100 میخری 150 میتی اما با من دازی فایده میکنی که اگر مشکل خود شما حل شو رفع شو هیچ مشکلی نیست و تجاری که او در تجارت صداقت میکنه تقوا میکنه نیکی میکنه در او تجارت الله خیر و برکت میاندازه و همه قسم تجارتی که ما وقتی که در تجارت من در خرید و فروش من داد و ستید من از تقوی خدا ترسی کار میکنیم در روز قیامت الله جل عظمت ما را با انبیا با صدیقین با شهدا حشر میکنه وقتی برنامه تمام است ناگذیریم که از حضور شما بینندگان و شنوندگان محترم مرخص شویم همه تانه به خداوند یک تا میسپارم خدا حافظ و ناصرتان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته